محمد علی دادخواه یکی از وکلای کشور است که تقریبا دو ماه و اندی پیش به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی‌اش که منجر به تهدید امنیت عمومی کشور شده بود، بازداشت شد. اما این بازداشت تبدیل به خوراک خبری برای رسانه سازمان سیا یعنی صدای آمریکا شد که چنین اکاذیبی را در مورد این وکیل پخش کند. در این حال یکی از اعضای خانواده او گفته که او در آخرین ملاقات هفتگی حتی آنها را نشناخته. برادر آقای دادخواه در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که او حافظه‌اش را از دست داده. از سوی دیگر نیز یکی از سایت‌هایی که در زمان فتنه 88 در زمینه دروغ پردازی بسیار فعال بود نیز در خبری کذب که در تاریخ 16 دی ماه بر روی خروجی سایتش رفت اعلام کرد محمد علی دادخواه نامه‌ای اعتراض‌آمیز به رئیس دادگستری نوشته است. اما در تماس تلفنی که گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران با همسر و دختر محمد علی دادخواه برقرار می کند، ماهیت دروغ خبرهای منتشر شده از آنور آب برملا می شود. من مریم سادات دادخواه هستم. در پی انتشار خبر کذب در خصوص پدرم میخواستم چند نکته رو اصلاح کنم. اینکه حال پدرم کاملا خوب هست، ایشون آگاهی کامل دارن. نکته دوم اینکه در مورد نامه منتشر شده از سوی محمد علی دادخواه خطاب به آقای آوایی رئیس دادگستری، باید بگم که این نامه مربوط به قبل بوده که در روزنامه دیواری زندان نوشته شده بود و این نامه پدر تحت نظارت خود زندان به چاپ رسیده. همسر محمد علی دادخواه نیز در همین راستا افزود: من که نمیخوام آقای دادخواه محکومیتش رو نگذرونه یا مثلا اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته. اون روزنامه دیواری وقتی زده بشه ممکنه صدها نفرم برن از رو اون نوت بردارن و هر کی اومده باشه بیرون از زندان میتونه بیاد اونو پخش کنه. من نمیدونم چه خصومتی با آقای دادخواه دارن، اما هر کی هست دلش میخواد آقای دادخواه تو زندان بمونه. و دست آخر شب گذشته محمد علی دادخواه از زندان آزاد شده و وی نیز در خصوص اکاذیب مطرح شده توسط رسانه‌های معاند با ملت ایران پیرامون وضع بد روحی و جسمیش در زندان این گونه پاسخ می‌دهد: نه، شرایط من مشکلی برام نبود. حالا تو خب زندانه و زندان به اصطلاح مقتضیات ذات خودشو داشت، ولی برای من به اصطلاح سختی مضاعفی وجود نداشت. عارضه روحی یا جسمی نشدم، یعنی بیماریایی که داشتم بوده، چیز خاصی اضافه نشد. آقای دادخواه نامه‌ای هم منتشر کرده بودید؟ یکی دو ماه پیش من اینو نوشته بودم. افراد قاعدتاً از رون رو نویسی کردن آوردن بیرون، اونا رو من نوشته بودم، اما من مبادرت به انتشار اون در بیرون نکردم.